چه عجب یاد ما کردی. چی کار کردی؟ جور شد. تو چی؟ ردیفه. چهارشنبه میام دنبالت. این که دو روز دیگه است. دیره؟ نه. از چی؟ از این دوتا جنازه رو بپیچونم. بجم تیمور. یارو معطلت رو نمیمونه ها. حواسم ها. اما بذار من بهت بگم کجا بیای. جلیل جوابت کرده؟ ذره شو نداره. اما زبونش دراز شده. میترسم کار دستم بده. یه دونه از اون سکاوز رو زبونش. قد سکه زبونش کوتاه میشه. زیادش میشه رودل میکنه. جابجا شدنش بیشتر خرج برمیداره. خطرناک هم هست. ببینم خودتو به باد میدی یا نه. قرار بود به باد برم تا حالا رفته بودم. تا حالا عکس چاپ نشده بود. اگه هر کی عکس چاپ شده گیر افتاده. نه. ولی همه چی گرونتر از آب در میاد. منو با پول نترسون. نمیترسون. چیزی رو گفتم که خودت هم ازش خبر داری. بهت خبر میدم. بس خبر از تو. اونجاست. فرسته شنگوش نداری. بله. زمینو بکن. بازش کن. ببین میتونی بفهمی از کدوم سمت وارد شده؟ بله قربان. من میتونم برم؟ آره. دلیل رفتن تو که میدونی. بخیر. چون نمیتونم نگرت دارم فعلا. بودن علی علایی اینجا درست وقتی اماد رفت سر وقت طلاقه عجیب نیست؟ عجیبه، اما صرفا به خاطر عجیب بودن نمیشه کسی رو مؤاخذه کرد. حتی کنجکاو نشده اماد برای چی زمینو میکنه؟ ظاهرا خود اماد گفته که برای بردن طلاقه اومده. قربان، این ماجرا توجیه عقلی نداره. یه کلکی تو کاره. توجیه عقلی نداره، کلکم تو کاره. اما از سمت این پسره بعیده. یا خیلی بدشانسه یا خیلی دنبال درد سره. من خیلی به این علی مشکوکم. منم. اما صبر میکنم. میخواییم برش گردونیم اداره برای بازجوی بیشتر؟ آدمی که یه بار مرده رو از چی میخوایی بترسونی؟ درباره اماد تیمور فکر میکنیم برمیگردن؟ برمیگردن. اما این بار مسلح آماده میان تا هر کی که سر راهشون باشه از پا در بیارن. تیمور به این طلاها نیاز داره. خیلی باید مراقب باشیم. تو چه مرگته؟ هیچی. هیچی یعنی خفقون. منم خفخون گرفتم. کسی که حرف میزنه رو میشه ساکت کرد. همون که حرف نمیزنه خطرناکه. من بی خطرم. اگه فردا شب طلاها رو به طرفم نرسونم معامله به هم میخوره. چرا اینو به من میگی؟ مگه غیر تو کی قراره طلاها رو بیاره؟ گفتم میارمشون. دیگه چی میخوای؟ خیالات برات نداره. من خودم میتونم برم. اما تو یه جورایی بهم بده کاری. من که یه عمره به تو بدهکارم و هر کاری هم میکنم بدهیم به تو صاف نمیشه. موضوع اینه که تو میترسی برگردی تو باغ و حقم داری. بگیرنت حکمت اعدام و ردخورم نداره. این ترس انقدر زیاده که وادارت میکنه به من اعتماد کنی و بفرستیم دنبال طلا. تو بدون من هیچی نیستی. بی خود دور بر ندار. هر چی تو بگی. تیمور. چه؟ تو یادت این حرف از کی شد ورده دهن من؟ کدوم حرف؟ هر چی تو بگی. من یادم از همون شب که پدرمو چال کردی.
مزخرف نگو. یادتو گفتی تا رفیقیم کسی چیزی نمیفهمه؟ اگه کسی فهمیده. این روزا خیال میکنم همه خبردارن. حالا کی ترسیده؟ خیالات ورد داشته رفیق. من یه عمره دارم نون دنگورسی ما میخورم. هنو نفهمیدی؟ تو یه عمره نون تو خونه بقیه میزنی و میخوری. عماد دهنه تو گل بگی یا میخوای من این کارو بکنم؟ هرچی تو بگی. دیگه هم نمیخوام این حرفو بشنوم. یاد بابای گور به گورت میافتم. اون شب وقتی رسیدی بالا سر بابام، اون مرده بود؟ مرده بود، اندازه ازش خون رفته بود. دیشب که رفتم باغ فکری شدم چطور با یه زخم تو پاشون کشته شد. اولا یه داس بود به چه بزرگی، دوما شارگ پاش پاره شده بود، سوما تو مثل سگ ترسیده بودی، اگه جمعت نمی‌کردم می‌بردن اصلاح تربیت، همونجا هم نفله می‌شدی. بس یه بازم بگم. بس. وقتی من فرار کردم هنوز داشت داد می‌کشید. منم به خاطر همون دادا اومدم. عماد بابات خیلی آدم چرندی بود. منم خیلی اذیت می‌کرد. وقتی دیدم تو خونه خودشه خیلی دلم خنک شد. خیلی بده پویسری مرده نتونی بگی خدا بیامرز. حالا صد بار بگو خدا بیامرز. تو صف جهنم بابات اگه اولی نباشه سوم میشه. آدم خوبی نبود. تو عمرت فقط یه بار خودت جنم نشون دادی. تو بیشتر از من دوست داشتی اون بمیره. تو صفحه جهنم دومی منم. کشتن و کشته شدن همیشه همزاد بشر بوده. ننگ برادر کشی برای قابیل میمونه و ننگ پسر کشی برای رستم. در شرق بیشتر داستان پسر کشی داریم و در غرب افسانه های پدر کشی از اورانوس به بعد. ننگ پدر کشی و پسر کشی هیچ وقت از بین نمیره. خب اینا اسطوره و افسانه است و سرنوشت شما همشون هم معلومه. برای ما آدم معمولی هم فرقی نمیکنه. وقتی کسی دستش به خون آلوده شد بخشی از خودش با اون کشته میشه، چه پدر چه پسر. رد خون تبدیل به ترسی میشه که توی تمام رگای آدم جریان پیدا میکنه. اون آدمی که من دیدم به اندازه مردن ترسیده بود، به سختی میشد زنده فرضش کرد. من هیچ وقت شوهر عزیز رو ندیدم. از وقتی که یادمه گفتن که اونا رو ول کرده و رفته. هیچ جا نرفته بوده، همونجا مونده و پوسیده. البته عماد پدرشو نکشته، فقط ضربه اول رو زده. این داستان خودته دیگه، یکی میزنه دیگری باعث مردن میشه. پس این بود ربط تو به زندگی عماد؟ آره یه جورایی. هر جوری که بهش نگاه بکنی غیر از این نمیبینی. کی میتونه اینو برای سرگرد مکی توجیه کنه؟ یه روز یه آقایی برای اولین بار سوار هواپیما میشه. از خانم مهماندار سوال میکنه که اون لکه ها چی هن روی زمین؟ میگه چون ما از زمین فاصله گرفتیم اونا ساختمون ها هست. میگه اون نقطه های کوچیکی که توی همدیگه دارن میلونن مثل مورچه اونا چی هست؟ میگه اونا آدم ها هستن. چون ما از زمین فاصله گرفتیم اونا رو اندازه مورچه میبینیم. بعدش واسه آقای غذا میاره. آقای یه تیکن اون دستش میگیره، میگه دیگه نمیپرسم، خودم فهمیدم. چون از زمین فاصله گرفتیم این نونه اینقدر کوچیک. خب این داستان عقل آدمه دیگه. اولی و دومی رو درست میفهمه، برای سومی نتیجه گیری میکنه که هیچ ربطی به عقل آدم نداره. ملاقات کنندگان عزیز، وقت ملاقات تمومه. ممکنه یه لحظه ما رو تنها بذاری؟ چشم، ببخشید. اگه کشتن یه آدم نابود کردن همه انسان ها حساب بیاد، پس نجات یه آدم هم میتونه نجات همه یه آدم ها حساب بیاد. شکرگزارم که زنده هم و میبینم کاری رو که باید انجام میدادم واقع رسوندم. شما از آخر راه خیلی دوری. هم دورم هم نزدیک. دورم چون هنوز آماده رفتن نیست. نزدیکم چون دیگه جسمم روحمو یاری نمیکنه. کاری هست که بتونم براتون انجام بدم؟ تو کارتو انجام دادی، از این آزمونم سربلند بیرون اومدی. خوشحالم. من بهتون مدیونم، داشتم راهمو گم میکردم. همه یه وقتایی راهشونو گم میکنم، شک میکنم. مهم اینه که اینجور وقتا آدم
اینقدر دور نشه که نتونه راه برگشتن رو پیدا کنه. وقتی یه بار میمیری پا به دنیای مرده ها میذاری و کاری با زنده ها نداری. وقتی یه بار میمیری و برمیگردی میونه زنده ها، یه روز چشم باز میکنی و میبینی بیشتر از زنده ها مرده ها رو میبینی. مرده ها همه جا هستن، درست شبیه آدم های زنده هن، اما اگر دقت کنی میبینی تکون نمیخورن، لبخند نمیزنن، فقط یه گوشه ایستادن رو به آسمون نگاه میکنن. سلام قربان، اسد قربان زده رو پیدا کردیم، همون نشونیه. چی دستو میفرمایی؟ چشم قربان. بگیریمش؟ نه، سرگرد میگه تعقیبش کنیم تا بقیه پاتوقاشو پیدا کنیم. بگیریمش که خودش بقیه پاتوقاشو لو میده. کهنه ای دیگه، مدرن نمیشی. خلافکارم اگه مدرن شدن؟ میشن، ما باید آماده باشیم. روح سرگرد مکی سخن میگه. یه روزی پوزت این میشه که زیر دست مکی بودی. جون هر کی دوست داری اعماد نفس پی طلا، خودت هم باهاش برو. باشم، میاد نمیگیرم من برم. کلوفتی خوردن گرفتی نازکی کارو. من که از سر تا دم باهات بودم، منتها نه پای فرار کردن دارم نه را درهای باغو میشناسم. پس حرف نزن، بشین سر جات. تیمور اعماد دورمون میزنه ها. نمیتونه، نه جایی رو داره به قایم شه، نه کسی که میشناسه سکه ها رو براش آب کنه. سه سوته میگیرنش، اینو خودش هم میدونه. بی خود نیکی آویزونه من شده، تا وقتی خر شپل نگذشته خوش خدمتی میکنه، فقط نمیدونه قرانی خر شپل بگذره. یعنی چی؟ نه خائن و خبرچین جماعت بدم میاد. هنو یادم نرفته با مراد دوتایی چجورین اونه من آجر کردن. من بدیو فراموش نمیکنم، فقط صبر میکنم وقتش برسه. پس برای همین میخوای به خودت بیاری؟ هانو آوردنی تو کانی. اماد همینجا میمونه تو اون خاله بازیش با مراد رو پس بده. نه اماد قصه در میره نه مراد. جلی هم که بدون پول میندازتش بیرون، یاد گشنگی میمیره یا به خاطر قتل میره پای اعدام. اینجاشو نخونده بودم. قرارم نبود بخونی. لذت که تو انتقامه توی چینی. که میری؟ طلاها رو فردا به طرفم برسونم جمعه حرکت میکنی. فقط باز هوای منو داشته باشی. من نوکرتم. اینجا میاد دنبالمون؟ ما میریم سر قرار. فردا وقتی جلیل و اماد از خواب بیدار بشن دیگه ما رو فقط خواباشو میتونم ببینم. آی دیدن داره قیافه جلیل اون وقت. فردا شب وقتی اماد رفت برو اون گذرنامه رو بردار، یه جایی دوره رو اتاق سبز قایمشون کرده. از کجا میدونیم؟ نه اینی اونجا میشینه سیگار دود میکنه، کشی که اونا رو میده خب به خیالش گرایی برداشته. گفتم تیمور که برگرده ورقم برمیگرده، اردن خیال میکرد رئیسه. بفهم گروهان دارابی هستن از اداره آگاهی، برای بازرسی خونه حکم دارم. بازرسی؟ بازرسی برای چی؟ معمولا برای چی بازرسی میکنم؟ اشتباه گرفتی. خوبه دیگه، اشتباه کرده باشین دیگه عید لازم نیست خونه تکونی بکنی. شنیدم امضای رو اسکناس هم جعل میکنی. اینا مال من نیستن. نمیدونم چرا آدم ها وقتی پولدار میشن دست از خلاف نمیکشن. گفتم که اونا مال من نیستن. آدم خلافکار اصولا باهوش هم هست، خنگاش آدم میکشن و اعدام میشن. تو که آدم باهوشی به نظر میای، به خودت نمیگی چرا ما یهویی اینجا نازل شدیم؟ نمیگی احتمالا مدت ها تحت نظر داریمت؟ فکر نمی‌کنی اسمت تو 4 تا پرونده بوده که ما الان اینجا اومدیم؟ یه بار دیگه بگی اینا مال من نیستن به عقلت شک میکنم. شنیده بودم کارت خیلی تمیزه، کجا گیرمشون میکنی؟ کجا عکس رو میگیری؟
عمو جان وسایلتو جمع کردی؟ سلام. بله. یه وقت آژانس نگیری یا دارم میام دنباله. زحمتتون میشه. نه چه زحمتی، اگه بدونی چه خوشی تو دلمه دارم میام. باشه. عجله که نداری، حوصله سر نمیره تا برسم. نه صبر میکنم. تو راه هم دارم میام. خداحافظ. تیمور از که میشناسی؟ بابام باش کار میکرد. آخرین بار کی دیدیش؟ یکی دو ماه پیش. پاسپورت میخواست واسش درست کردم، گفت میاد میبردش، نیومد. تو که بار اولت نیست که بازداشت میشی. باید بدونی که دروغ گفتن و وقت تلف کردن هم بیفایده است هم به ضررت تموم میشه. کدوم دروغ؟ خب نیومد پاسپورتشو ببره دیگه. دیدین که؟ میدونی چیکار کرده؟ نه. میدونی تحت تعقیبه؟ نه. دروغ میگی. بگو تیمور کجاست؟ من از کجا باید بدونم؟ تو میدونی و به منم میگی. حرفی ندارم. چقدر صبر کنم حرفات یادت میاد؟ دارین خودتون رو خسته میکنی. انقدر از خودت مطمئنی؟ زیر بار جرم نکرده نمیرم. اسد قربانزاده، اسد قربانزاده، به حرف میای. من آدم کم حوصله‌ایم. این همکار من خیلی با حوصله است. با هم حرف بزنین. من آمادم. دست خالی بر نگرد. بر نمیگرد. کار آقا گرگه افتاده دست گربه خونگی. وضع آقا گرگه که خیلی بهتر از موش دوز دست و فاضل آب. از این بابا آبی گرم نمیشه. این چند وقته که برای تو گرم شده. کم پولی نگرفتی ازش؟ من حقمو گرفتم. میگن ناحق گلوگیره، اشتباه میکنه. این حقه که گلوگیره. اینجا چی کار میکنی؟ این دوروبر پر پلیسه. اومدم باید خداحافظی کنم بعد خودم رو تحویل بدم. بریم تو عزیز، وقت زیادی نهاریم. آخرش بدبختمون کردی. آخرش هم مثل اولش بود، فقط بدبختی همون معلوم شد. بریم، میخوام دل سیر تماشات کنم و برم زندون. بریم عزیز، دم آخری. میخوام با هم یه چای تلخ بخوریم و من برم. اماد اثر اصلی؟ مطمئنی اماد بود؟ خیلی خوب باشه ممنون. شب بخیر قربان. شب بخیر. اوضاع چطوره؟ زودتر از اون که فکر میکردم برگشته. محوطه رو محاصره کنی، اما وارد نشین تا من برسم. بله چشم. قربان، تیمور با اصلا تماس گرفته. که؟ یه بار یه ساعت پیش، یه بارم پنج دقیقه پیش. بار دوم پیغام گذاشته که باش تماس بگیره. به دارابی بگو اسدو بیاره اتاق بازجویی. عجله کن. چشم قربان. ببین با زندگیمون چیکار کردی؟ ببین با خودت چیکار کردی؟ ببین با من بدبخت چیکار کردی؟ یه عمر نشستم در رو خودم بستم، گفتم پسرم بزرگ میشه میشه عصای دستم، باید بشینم و بهره زحمتمو ببرم. این شد مزد دستم؟ بین آسمون و زمین سرگردونم. تو میری زندون، منم سر پیری آواره کوچه خیابون میشم.
والا دل رحمی شیوا نبود تا حالا سعادت من انداخته بود بیرون. این چه بلایی بود؟ چرا گذاشتی تیمور زیر پات بشینه؟ من چاره ای نداشتم عزیز. فقط مردنه که چاره نداره. یعنی چی چاره ای نداشتم؟ اگه هر کاری ازم میخواست نمی کردم دهنش بسته نمیمون. مثلا دهنش بسته نمیمون چی میشد؟ همه میفهمیدن که من. تو چی؟ من کار وحشتناکی کردم. خیلی بده. زبونم به گفتنش نمیچرخ. دختره رو تو کشتی؟ نه، میخواستم فراریش بدم اما تیمور رسید و کشتش. اون بچه رو تو آوردی تو باغ؟ نه عزیز، من نبودم، اون بچه تلف شده بود. پس چی کار کردی؟ موضوع مال خیلی وقت پیشه. قرار بود امشب از تهران خارجش کنیم. کجا قرار گذاشتیم؟ گفتم خبر میده، میخواد رفقاشو جا بذاره. الان کجاست؟ توی کارخونه مخفی شده. کدوم کارخونه؟ یه کارخونه متروکه. کجا؟ جاده قدیم کیلومتر 19. چرا اونجا؟ کارخونه تعطیله، کسی توش نیست جز یه نگهبان دندونگرد. طالب خیلی پناه داده. الان چند نفر اونجا؟ نمیدونم، تیمور حرفی نزد. چجوری میخواستی تیمور رو از کشور خارج کنی؟ من فقط دستشو میذاشتم تو دست تحماس، سهم همو میگرفتم، باقیش دیگه با تحماس بود. فیاض بابام گه کنترل کن ببین کارخونه ای که میگه کجاست و چند تا ورودی داره. چشم قربان. حالو قربان. گوش کن بیاد، منتظر من نباشین. از طرف من اختیار عمل داری. وارد چین و ماده دستگیر کنید. زنده. اتفاقی افتاد قربان؟ تیمور رو پیدا کردیم. میرم سراغش. بله چشم حتما. من و تیمور بابامو کشتیم. وقتی بابا رفت اونجوری که همه فکر میکردن به سیم آخر نزده بود و تنها دل بستگیش که کف دراش بودن و خودش قلقم نکرده بود. کار من بود، مسئولیم میشد. و همه اونایی که با افتخار میگفتن بابام، بابا نه برای تو شوهر بود نه برای من بابا. هیچ وقت دوستش نداشتم. قد یکی از اون کفترهای جلدش براش ارزش نداشتم. عزیز، بابای من آدم خوبی نبود. شاهدش هم من و تیمور که زبونمون بسته بود. کفتراشو سر باریدم تا حال بابا رو بگیرم، تا لذتاش خراب بشه. فهمید و با قلاب کمربند افتاد به جونم. اگه من نمی کشتمش اون منو می کش. من نمیدونم من باعث مردنش شدم یا تیمور، اما با هم کشتیمش. یه چاله کندیم و رفتیم توی باغ خاکش کردیم. روز بعد همه فکر کردن رفته و مثل دفعه قبل بر میگرده، اما اون برای همیشه رفته بود. از اون به بعد تیمور هر کاری خاص براش کردم تا دهنش بسته بمونه. اون شد همیشه طلبکار و من یه سر بدهکار. اما دیگه بس، امشب خودم رو تحویل میدم و همه چی رو بهشون میگم. هر چی بشه بدتر از اینی که هست نمیشه. تو این باغ وحشت زندگی کردم و شدم نگهبان راز قتل پدرم و هر لحظه و هر ساعت با ترس به زمین خیره شدم که از زیر خاک بلند شه و بگه قاتل من پسرم. از زندون میترسیدم، از بدنامی میترسیدم، از تیمور میترسیدم، اما بدتر از همه میترسیدم تیمور بهت بگه من چی کار کردم و تو منو نبخشی. عزیز، تو منو میبخشی؟ عزیز، پلیس، عزیز، عزیز، پاشو بایستا، پاشو. اسدم، حسابی ترسوندیم. خیلی زنگ زدم، چرا جواب نمیدی؟ دستم بند بود. بند چی؟ یه مهمون ناخونده. همسفر پیدا کردی؟ کی هست؟ یه کارمندی که اختلاس کرده،
عین بره میمونه، بیازاره. بره بیازار و دوست؟ برنامه افتاد واسه فردا شب. حسرت من وقت ندارم. دست من نیست. تماس میگه فردا شب. یه مشتری دیگه هم داره. فردا همین موقع با تماس میگیرم. اسد چیه؟ حرف دو شد. سه بشه کلامو میره تو هم. سه نمیشه. نابود شدم. تازه فهمیده کدوم فاضلاب زندگی میکنی. تو کارم اون یعنی آخرش. همچی میگی کارم انگار پاساژ داری. تیمور زنده بمونه من مردم. خبرت بکشیمش؟ باش برسه زندون دخلم اومده. بریم. تعمق نکرده دو تا جای مختلف قایمشون کنه. اون وقت میشد مثل ما سادگی ملت بود، ما از گشنگی میمردیم. بدش من. محوطه کسی دیده نمیشه. زل شماری رو پوشش بدی. روزه بگیری. سه نفر رو میبینم. یه نفر نزدیک داره فوت نشسته. تیمور و مصرت دورترن. وارد عمل شد. اون دفعه هم اینقدر طولش داد آخرش دست خالی برگشت. این دفعه دست خالی برگرده عزیز بی پسر میشه. من برم بخوابم. دنیا را ببره تو رو خواب میبره. اما دومت پا میشم تا صبح کشی که تلاوارو میکشم. الان فشارم افتاده. برم؟ نرو گم شو. بگو موزه بگیرن. تو هم منو پوشش بده. امو یکی اون پشته. کجا؟ اونجا پشت اون اتاقه که یکی اونجا. جلینی؟ کارخونه تو محاصره پلیسه. خودتون رو تسلیم کنید. کار اماده. نه کار اسده. حالا چی کار کنی؟ واسه از هم جداشیم. من از اون طرف میرم پشت سرش میزنمش. تو هم از این طرف برو. که تنها نیست. چند نفر میخوای بزنی؟ هر کی اومد سر راه میزنم تا راه باشه. برو. Thank you.
اسلحتو بذار رو زمین، دستتو هم بذار رو سرت که ببینمشون. کار اسد مگه نه؟ اسلحه رو آروم بنداز زمین. من زندون بر نمیگردم. تا سه میشمارم. کار احمقانه نکن. یا تو الان منو میزنی یا خودم خودمو میزنم. من از کشتن تو خیلی خوشحال میشم. دیدن اینکه خودت خودت هم بکشی خوشحالم میکنه. من زندون نمیرم. حالا دیگه تنهایی تیمور. این آخر خطه. تو دستگیر میشی، محاکمه میشی، یه مدت میری زندون، بعدش هم اعدام میشی. یا تو الان منو میزنی یا خودم خودمو میزنم. تو نمیدونی من چقدر از کشتن تو خوشحال میشم. چرا معطلی؟ میترسی بعدن نتونی به رئیسات بگی یه بیگناه کشتی؟ تو بیگناه نیستی. تو پلیسی. باید بگیریم. نمیتونی منو بکشی. اسلحه تو بیار پایین. تو گناهکاری و باید مجازات بشی. من پام به هیچ دادگاهی نمیرسه که ثابت بشه گناهکارم یا بیگناهم. یه جوری زدم که حتما دست تو از مچ قطع میکنن. من برادر اون دختریم که تو بیگناه کشتیش. یه روزی میاد که همه از خاک بلند میشن، روزی که زنگ ها به صدا در میاد، روز قضاوت، روز داوری، روزی روشن پس از غروبی مهالود. تا اون روز منتظر پایان این انتظار میمونم. یک سال از آغاز این انتظار میگذره. سالی از انتظار من گذشت. کامران برادرم نیومد و میدونم که یک سال صبر کرد تا بیاد و از اول عزاداریشو شروع کنه. علی و شیوا سال دیگه عروسیشون رو جشن میگیرن. ژیلا همین روزاست که مطبش رو افتتاح کنه. فرهمند موفق شد عشق همتش رو دوباره به دست بیاره و خانوادش رو دوره هم جمع کنه. سریا با خانواده جدیدش خوشبخت و آرومه. سهیل پشیمونه و شوریده تو جاده هاست. عماد و مراد دوره محکومیتشون رو میگذرونن و تیمور روزهای آخر زندگیش رو. من هرگز نمیبخشمش، همونطور که کامران نبخشیدش و دادگاه به قصاص محکومش کرد. امین حالا آرومه. نمیدونم وقتی بزرگ بشه از همه این ماجراها چی به یادش میمونه، اما میدونم که اون عاشق زندگیه. من این بهار رو ندیدم و این بهارم منو ندید. زندگی من دزدیده شد. همه میمیرن اما من با حسرت زندگی مردم و چشمم از این جهان سیر نشد. من از جهان خسته نشدم، ناامید نشدم. من عاشق زندگی بودم. نذاشتن و جوونی و عمر منو دزدیدن. سیاهی گاهی سیاه‌تر از اونیه که دیده میشه. سیاهی گاهی طولانی‌تر از عمر ما هست. عمر ما تموم میشه. سیاهی هم بالاخره تموم میشه، حتی اگه ما نبینیمش. فقط من موندم و حسرت جای خالی تو. کاش میشد برگردی. تو برادر میخواهی و من خواهرم.
امشب و به یاد معصومیت تو تا صبح همینجا میشینم، به یاد زندگی که از تو دزدیده شد و من نتونستم کاری بکنم. منو میبخشی حتما، کدوم خواهریه نتونه برادرشو ببخشه؟ اما من خودمو نمیبخشم. حسرت بقیه زندگی رو دلم نیست، حسرت یه لبخند دوباره فقط. راوی زندگی ما خودمون نیستیم. ما نمیتونیم داستان سرنوشت و داستان زندگی خودمون رو تعریف کنیم. از اون روزی که زیر تناب دار ایستادم تا اون روز که شیوا و عشق زندگیمو پیدا کردم، انگار قرنها گذشته و به جای چند نفر زندگی کردم. حتما خدا ما رو برای هم آفرید. اما دختره که جوانی در این شهر میان پلشتی آدم ها از دست رفت و در گوشه دور مدفون شد، که اسمش فرشته بود و مانند اسمش شد. یه دیوار هست که بین زندگی و مرگه. میشه رفت اما نمیشه برگشت. هر کس هم برگشت منتظر رفتن دوباره و زودتره. باشی با اومدیم سر خاک فرشته، فرشته که ما رو به هم رسوند. وقتی اومدیم لحظه دیدار خواهر و برادر بود. ما برگشتیم. قصه ما رو فرشته تعریف کرد، قصه دلتنگی فرشته رو که قراره تعریف کنه. مرده ها چشم انتظار ما نیستن، ما چشم انتظار دیدن دوباره مرده هاییم.